دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما، به برنامه نان روزانه خوش آمدید. خدا رو با سپاس میگیم، شکر میکنیم برای نجاتمون در عیسی مسیح. خدا رو شکر که با ایمان به عیسی مسیح ما راهی بهش میشیم و اینو خداوند به ما اطمینان داده. یه کسی که پسر را داشته باشد حیات دارد و کسی که پسر را ندارد حیات نیافته است، و این را بدانید که حیات جاودان دارید اگه به اسم پسر خدا ایمان آوردید. عزیزان، میخوام امروز از مزامیر باب 26 بخونم که داوود نبی به ما تعلیم میده که بتونیم در جای هموار بیستیم. در مقدمه صداقت داشتن یعنی زندگی سالم و بیریا. کسی که صادقانه زندگی میکنه، همیشه کارهای درست انجام میده، نمیتونه از چیزی بترسه و همیشه زندگی سالم رو خواهد داشت. عیسی مسیح فرمود که هیچ کس نمیتونه دو ارباب داشته باشه. کسی نمیتونه دو تا آقا را خدمت کنه. دوگانگی یعنی خدمت کردن به دو ارباب. ما نباید توی زندگی دوگانگی داشته باشیم. نباید دو تا ارباب داشته باشیم توی زندگی به عنوان یه مسیحی. عیسی مسیح فرمود که انسان نمیتونه در دو مسیر قدم برداره. و همچنین عیسی مسیح فرمود که انسان نمیتونه هم در نور و هم در تاریکی باشه. در متی باب 6 عیسی مسیح در آیه 22 تا 23 گفت: چراغ بدن چشم است، پس هرگاه چشمت بسیط باشد تمام بدنت روشن بود، اما اگر چشم تو فاسد است تمام جسدت تاریک میباشد. پس اگر نوری که در تو است ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی است. پس عیسی مسیح میگه که نمیتونی همزمان در نور باشی همزمان در تاریکی. پس باید ما صادق باشیم توی زندگی، در نور زندگی کنیم نه در تاریکی. در مزامیر باب 25 آیه 21 داوود نبی گفت: کمال و راستی حافظ من باشند، زیرا که منتظر تو هستم. داوود نبی دعا میکرد که در کمال و راستی زندگی کنه، راستی درستکار باشه و صداقت داشته باشه توی زندگی، دوگانگی توی زندگیش نباشه. در مزامیر باب 26 که امروز میخوایم بخونیم در آیه 1، ای خداوند مرا داد بده زیرا که من در کمال خود رفتار نمودم و بر خداوند توکل داشتم، پس نخواهم لغزید. ای خداوند مرا داد بده زیرا که من در کمال خود رفتار نمودم و بر خداوند توکل داشتم، پس نخواهم لغزید. داوود نبی میگه من در کمال خود رفتار نمودم. کمال خود یعنی در راستی، در کاملیت و در درستکاری رفتار کردم و صداقت داشتم توی زندگی، و بنابراین میگه نخواهم لغزید، لغزش نخواهیم خورد. و داوود نبی اینو به ما بیان میکنه که ما هم باید در صداقت و راستی زندگی کنیم تا نلغزیم. اگه بخوایم با کسی در یک کاری شریک باشیم، از شریکمون انتظار داریم که با ما صادق باشه. میخوام که صداقت داشته باشه و ندزده از ما، پول ندزده. و اون شریکم از ما انتظار داره که صداقت داشته باشیم و پول ندزدیم از صندوق. انتظار داریم که صداقت داشته باشیم. و همچنین خداوندم از ما انتظار داره. ما که به عیسی مسیح ایمان میاریم میشیم فرزند خدا، همکار خدا میشیم، با خداوند خدمت میکنیم، کار میکنیم با خداوند. خدا از ما انتظار داره که صداقت داشته باشیم، در نور و هم در تاریکی قدم ور نداریم، باید همیشه در نور باشیم. آیه 12 میگه که پایم در جای هموار ایستاده است، خداوند را در جماعتها متبارک خواهم خواند. پس اگه عزیزان، اگه صداقت توی زندگی داشته باشیم، پای ما در همواری خواهد بود، در جای هموار خواهیم ایستاد و نخواهیم لغزید. نیاز نداریم که از لغزیدن بترسیم اگه در صداقت زندگی کنیم. و همچنین اگه در صداقت و راستی زندگی کنیم، نیاز نداریم که از امتحان شدن بترسیم توی زندگی. در آیه 2 میخونیم، میگه ای خداوند مرا امتحان کن و مرا بیازما، باطن و قلب مرا مصفا گردان. داوود نبی از خدا میگه مرا امتحان کن، من ترسی ندارم، از مرا آزمایش کن. پس اگه در صداقت و راستی زندگی کنیم، گناه توی زندگیمون نباشه و صداقت داشته باشیم، نیاز نداریم که از امتحان شدن بلغزیم. خداوند ما رو امتحان میکنه، آزمایش میکنه همیشه. باید صادق باشیم تا نترسیم از امتحان شدن. داوود نبی حاضر بود که از کوره آتش عبور کنه، حاضر بود که حتی
مریض بشه، حتی سرطان بگیره. گفت مرا امتحان کن، آزمایش کن، اگه میخوای بیماری سراغ من بیاری خداوند این کارو بکن، اگه میخوای یکی از عزیزانمو از دنیا ببری خداوند این کارو بکن، من حاضرم که امتحان بدم. چرا؟ چون در صداقت و راستی قدم برمی داشت. عزیزان، ایستادن در صداقت و راستی یعنی ایستادن در جای هموار، و هرگز سعی نکنید که دوتا ارباب رو همزمان خدمت کنید، هم گناه و هم خدا رو. نمیتونید دوتا ارباب داشته باشید، باید همیشه یه ارباب داشته باشید. فقط خداوند باید ارباب و خدای ما باشه، و هرگز سعی نکنید که دوگانگی توی زندگیتون داشته باشید. همیشه باید دل خودمون رو در خداوند ثابت کنیم تا بتونیم صداقت داشته باشیم توی زندگی، درستکار باشیم توی زندگی، و بتونیم در جای هموار بیستیم عزیزان و نلغزیم، و بتونیم در امتحان هم ثابت قدم باشیم و نترسیم از امتحان و لغزیدن. چرا؟ چون در صداقت و راستی قدم خواهیم گذاشت و در جای هموار خواهیم ایستاد. بیاید دعا کنیم و با دعا خاتمه بدیم. خداوند، تو رو شکر میکنیم که به ما یاد دادی که چجوری در صداقت و راستی زندگی کنیم. تو به ما روح القدس دادی که بتونیم خداوند در نور قدم برداری، نه در تاریکی. کمک کن خداوند بتونیم یه ارباب داشته باشیم توی زندگی، تا بتونیم خداوند در جای هموار بیستیم و نلغزیم. خداوند کمک کن که در زندگی همیشه صادق باشیم با تو و با دیگران، تا بتونیم خداوند از امتحان شدن هم نلغزیم و نترسیم. خداوند دعا میکنم که برکت بدی امروز و کمک کنی بتونیم صادق باشیم توی زندگی. در نام عیسی مسیح، آمین.